یک عده وطندارا وعده کردیم که امروز به دیدنشون میریم. اینم میشه دیگه دمی بین شما دو نفر سه نفر شاخل آرز خیل است. وقتی اینقدر وطندارا رو میبینین احساس میکنین هیچ کس در افغانستان نامده نمانده، کلشان اینمیج آمدن. 63 سالگی را دارم دیگه، یک دفعه دیگه خانم گرفتم دو شد. دو تا گرفتی؟ دو تا الحمدلله شد. آلر دو قماندان هست؟ الحمدلله آلر دو قماندان هست الحمدلله شکره. خیلی روزگار دم روزگار گلای هست. آه دیگه تو مرد باشه بیا اینجا نوبت تا بگیر. او مصرف نکنه. آیسته به تیگان گپای غیرتی میزنی؟ چرا مرد معلوم نمیشه؟ نام خدا چیه قابلی است؟ ای قابلی به یکی قابلی ادمو رکن قابلی هست. سلام به دوستان گرامی، امید میبرم خوب باشین. به یک روز دیگه کاری ما خوش آمدید. روز کاری نه دیگه، روز چکر شما را خوش آمدید میگم. آرزومند هستم که در ساعت عافیت باشید و با یک عده وطندارا وعده کردیم که امروز به دیدنشون میریم. به همون دلیل امروز وقت آماده شده، ساعت 11 روز است یا شاید 11 نیمان باشه. بریم ببینیم که چی گپ هست امروز. و اکه لطیف هم آماده بچاره منتظر ماست در پیش هتل. باشیم که مقدار پول برای زنا بته ما اینا کم خوش شوند. اینه امروز دیگه اینا پول میگیرن. چه کردی بیادر؟ سلام، سلام شما خوب؟ این بیادر ما رو از کانادا آمده. سلام علیکم، خوب هستین؟ قرار نیست انشاءالله. چطور مگذره این دو سه روز؟ خوب هستین، دور بخیر. این دو سه روز خوش مگذره؟ حالا خوش مگذره. امروز باران میاد، رفتیم بیرون باران شد. چه جمپر نام خدا داد؟ تو جمپر داره که هیچ باران ماران سر از این معلوم هم نمیشه. کجا بخیر؟ ما دیگه یک چند جای رونده هستیم که وعده دار هستیم. باید اونجا بریم بخیر. ساعت فرانتیر شب دیدم رفتیم زیتون برنو هم دیروز رفته بودیم. رفتیم شام؟ طرف دیگر بود بخیر، دیدم ماهی را خوردیم صحبتی بازم رفتیم طرف دیگر. در ویدیو دیدین؟ شبا. نه او خواهد دو سه روز پیشتر بوده. آه تو نمیشه که هر روز هم زمان یکان روز هم زمان میشه اپلود. نه ما هر شب هر وقت دمیم زنده باشه. با بریم که اکم منتظر از بیچاره. با ما نخلا زنده باشه. زنده باشه. خب در منطقی که ما میریم حتما ایده وطندارا که خبر میشن ما آمدیم باز اونا میاین لطف بکنن که نه دو سه روز شد. اکه لطیف ما را همراهی میکنن. بریم بخیر. گفتم بتان اکه لطیف این دو سه روز است که اینا همراهی ما با تکلیف هستن و هر جایی که میریم یادم ما را همراهی میکنن. و امروز قرار ما شما کجا هست جده؟ یک آرستی هست و یک به اونجا دعوت دستلی. ما دیگه اینما تو در کوچه ها پالیده میریم یکان ختم و خیرات آرستی و سنتی و شوشش و تقیمی و پایوازی بینیم گفا پایدا میکنیم. اما تا
نه؟ دعوت کردن امسال دیگه. ای عروسی هست گفتید نه؟ ای عروسی مربوط به کدام مردم ما میشن؟ مردم ازبکا. خب مردم ازبکا. آفرین. شباب رفتیم به خاطر جشن 63 سالگی یکی از عروسای بامتو بود نه؟ بسیار خوب. خب اکلتیف خودت هم از مردم ازبک ماستی درست؟ این خود او برنامه های قبلی هم گفته بودیم از یک سالگی برآمدی از افغانستان؟ آب از یک سالگی برآمدم از افغانستان کمربنده بسته کنیم؟ تکنیک هایی بینید در جایی کمربند ما چون کاردمان چیرمان حالو چون چونگکش بند شد ای مردم افغانستان در جایی باشه نگان کار هوایی بگن ما یک سالگی بر آمدیم بله از افغانستان چکا سال میشم این دست دارم اینم اینجا سای بکنه چیز شدی؟ بله دعای شما دیگه چند دقیقه راست تا جایی که میریم؟ یک در دقیقه در دقیقه؟ این ساعت نیست ساعت چند شده؟ ساعت 11:30 11:30 بیخی دیگه در وقت نان میرسه وقت خوردن ما خود افغانستان یک ذره کوشش میکنیم خدا وقت رو برسانیم میشه یک ذره غوریشستان و اینمی چی میگن نان کشیدن و در اینی گپا کمک شده اینجا در وقت برابر شدیم که آماده خوردن از همه چیز حالا میرسانم اینجا آشپز آشپز کلش وطندار از دیگه آشپز و شاگرد آشپز و این و آن فکر کنم آشپز خانه همیجه است آشپز خانه همیجه همیجه آشپز خانه است سلام 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 خسته نباشین چطور هستین نام خدا چیه قابلی است ای قابلی به یکی قابلی ادم او رقم قابلی است آشپز از یکی است آقای اسماعیل پاس شما سن آشپز والا جان حوارش خوب خوبش است اما مزه اش نمیفهمم مزه اش هم بیخه خوبش است خوب خوب آکا جان گوشتش چی است گوشت گوسفند خب در افغانستان خوب گوشت چی میگن نه گوشت گوسفند هم اندازن اونقدر گوشت گوساله هم اندازن
خوانده نباشه نویسته آمدید بخیر شوه حالا کی ما خواهد شکم از سیر کدیم بخیر از سیر کدیم نوشه جان نوشه جان برین بخیر برین 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 در کابل که کد من شو گفت که ما بینید یه تا کابل خبر نبرید وقتی اینقدر وطندارا رو میبینین احساس میکنین هیچ کس در افغانستان آمده نمانده کلشان اینه میجا آمدن ای فکر بکنین که یک بخش کوچک استانبول است اگه به دیگر بخش ها شما برین یا اون منطقه که به نام آتای است او یا برین که بیخی افغانستان کوچک است حالا به ما نان میارین یا نه؟ خب اگه نمیارین که برین باشکم یه اصل نفره اوجه ششته گفتم اجازه داریم که گپ بزنیم یا نه میگن که گله داریم از خودت بیشنین بیشنین بازم سلام صد شما چطور هستید خوب هستید انشالله سلام بر شما چطور هستید صد شما خوب آجی صاحب سلام صد شما خوب است قراریز اینه میشه دکتمی بین شما دو نفر سه نفر شاخل آرز خیل هست بسیار خوب تبریک باشه براتان پیش از پیش سلامت باشی زنده باشی همون جان همراه شما دوستا موفق و سلامت پیروز باشه خدا کمتان نکنه دوستان گرامی ما در استانبول هستیم این منطقه به نام زیتون برنو است یک بار دیگه میگم براتان و شما اینمی آل را که میبینین و منزل دورم رفتیم دیدیم اونجا آشپزخانه بود و بالاتر از اون کدام منزل است یا زیر از یک منزل است زیر از این منزل که هست برای خانه ماست زنان است و اینی طبقه اول که ام سطح زمین میشه برای مردها یا آقایان است و منزل بالا که منزل دو میشه از یک نگاه و از یک نگاه منزل سه میشه صبحانه هر کس پیر مرده صبحانه میایه اینجا صبحانه میتون برش هر روز؟ نه دیگه هر روز که توی شد امروز دیگه این یک توی عروسی میگه پا یک عروسی که امروز نه این عروسی ما بود یعنی امروز صبحانه دیگه پیر مرده خود دوباره جوانه صبح که میایا اینجا برش تا وقت پلاو پخته شده نه برشن صبحانه میتون بسیار خوب باز از دیگه اینجا ملت میایا پایین اینجا دیگه برشن پلاو میتون بسیار انشالله الحمدلله دیگه بسیار خوب است بسیار منظم آشپزخانه تمام حاجی صاحب برا خود دیدیم دو دیگه هیچ شک نیست شما مردم دمی هر جای برین اونم اون کارهای افغانی تا نمیکنین دیگه افغانستان از ما دیگه چه کنیم دیگه خیلی کار خوب است امی نامت نگفتی حاجی صاحب نام من حاجی اسمت الله حاجی صاحب اسمت الله چند ساله شدین من 72 ساله هستم 72 ساله خیلی او چی میگه او عروسی یا توی 60 سالگی را داشتین داشتم الحمدلله شست سالگی را دارم دیگه یک دفعه دیگه خانم گرفتم دو شد دو تا گرفتی؟ دو تا الحمدلله شکر آل اردو قماندان هست؟ الحمدلله آل اردو قماندان هست الحمدلله شکر خیلی روزگار دارم روزگار گلای هست ما دیگه نه اوجا جای داری نه اوجا نه هیچ کدام در مسجد هست هیچ دیگه و عبدالحمد یک قصه میگد میگفت چی غم دارم دوزان دارم دو غم دیگه ما غم ندارم الحمدلله شکر هست شما خودتون از کجا هستین؟ ما چی دستیم؟ منطقه ما چی نام داشت؟ قلای بالا
علی بالا. علی بالا. ماشاءالله خوش آمدین ان شاء الله با عروسی ما بخیر رسیدین. تشکر میکنم با رفقا با همراه دوستا اینجا دیگه با سلامتی عروسی را تیر کردم. آجی صاحب شما دیگه شاخل بودین یک شکل. الحمدلله دیگه ما نواسیتون بود شاه. نواسی ما شاه بوده. نواسی ما بود. امی هر محفل عروسی و شیرینی‌خوری و نکاح و هر چیزی که میباشه باز این محفل که یا ختم میشه یا داشت شروع محفل باز این شاخل و عروس خیل دیگه همون تو پس پسک میکنه شما دو نفر هم گوشکانی میکنید نه دیگه این کس هر چی گپ میزنه نمیفهم جو تول ندیده دو طرفه یک جای اختلاط میکردم خب الحمدلله این محبت الله است خب چی محبت ما بین ما و شما آمده دهیم ما بسیار شکر میکشم اینجا دیگه آرام مملکت هست این دیگه خدا ما بسیار دعا میکنیم که انشاءالله افغانستان ما و شما هم جور شوه منظم یک مسلمان صالح یک پادشاهی عدالت بیایا انشاءالله در افغانستان ببین ملت های ما و شما گشنه تشنه غریبه زیاد هست این دیگه میشه انشاءالله دعا کنم آباد میشه قصه های خیر داشتیم ان شاء الله خسته ما گفتم گله و گذاری نباشه که ولک ما گفته بودم 40 سیر چوب بیار شما 20 سیر آوردین ما گفته بودم 80 سیر برنج بیار شما 10 سیر کم آوردین این گپا نباشه نه او گپا نیست اینجا حال یگان نفر از منم میفهم اینجا دیگه کس ده خود نخوره یگان وطندارای ما و شما است که یک لیست میتنه اول که میرین خواستگاری باز میگه ما چشم ما را یا جیب ما را کلان ندوختیم به خاطر پیسه دختر ما ما هیچ پیسه کار نداریم فقط هم قدر طلا بگیرین کمی کلکایش پر شوه و ما چون گوشایش ما چون میشه و میشه این ما قدر طلا میخواییم و یک 20 سر برنج میخواییم یک 10 سر چوب میخواییم اینه دیگه خلاص باز وقتی که شما بر توی بوری میرین یعنی میگین که با ما آرسی بته باز یک دفعه دیگه اینه فرفره میکنه لست هم اندازه برتان 100 سر برنج حق یک دو سه ساله خودم میکشه 50 سر چی میگن چوب ای کچالو ای یک لک افغانی که من جیز میگیرم برای دخترم این تو گپا میباشم او نمو میشه دکه که باز دشمن امی دوستی به دشمنی کم کم تبدیل میشه الحمدلله او گپا نیست اینجا الحمدلله شکر خوب است هر چیز پرایمان است برنج پرایمان است روغن پرایمان است ایزم بکر نیست گاز است آشپزخانه تیار است آشپز اینجا مقرر است هر زمان حاضر است هر کس میایه داخل و خارج و داخل این میمخانه میمخانه ملت است بله. اینجا هر کس میگه نوبت میگره نوبت شده دیگه هزار کس آمده دیگه نوبت گرفته نمیتنه حقیقت است این میشه دیگه بعد از ساعت 3 بجه دیگه اینجا مرده دیگه حق نداره نمیگه بس زنه میگه پایین بالا هر جای اینا همه ساعت زیرش تیر میکنه، عروسیش تیر میکنه، خنواندیش میکنه بخیر بسلامتی، انشاءالله با دعای نیک میره و بخیر برو بخیر تشکر، خوش آمدین زنده باش، حاجی صاحب باش کمیجا، ولی خود بزرگ ما سیر مشوره بکنیم امراید من دمی انقره که آمده بونم اونجا یک خوشو یا یک زن مفتی آفتم اه ماشاءالله تشکر ای دیگه شما دیدین حتما اموجا امرو یک خانم ترک گپ میزدم و کار میکردم و هتل بازو گفت که دخترش درس میخونه درس خود خلاص کنه اونم دختر میته با من ماشاءالله دیگه اینو اگر امو امی چسبک خونه و چسبانده ما خدا به چسبانه ای دیوانه مشرق در راه میرفت باز یک کور بود حالا ما و دیوانیش هستیم یا کورش که بفهمیم پیش از بگم میفهمیم این دیگه اسبش میته این کور سوار میکنه میگه کور تو سوار شو زنش هم پشت سرش باز یک جای میرسه تامیش میگه که کور تاشا والده مقصد تو رسندم نه میگه این زن که معلومه بود تو چرا اسب معلومه است زن معلومه تو چرا اینجا میچسبی نه میگه این طور نیست باز این میگه برد دولت اونجا دیگه اردوش یک جای بند کرد و کور اونجا چی میگه خدایا چسبه که چسبند و خدایا سختر بچسبند این دیگه خدا کنه تو این حالا من چسبه که چسبانده مگه این چسبه که ما چسبید باز میشه بیایی مزی آشپزخانه و سالون ما استفاده کنیم حاضر خدمت حاضر است یکم نیست که تو اینجا تو یک آمازی یک در پیاده درنک دادی یکم نیست یه دروازه واز است هر کس میایه از اسپارت پوزن میگه نگه آشپز
امروز نوبت کی است؟ امروز نوبت نیست. تو بگی که نوشته کن این نوبت از ماست. تو میایی برادر گل پلاو چلاو تا هر چیز تا حضر قدمیتی برای اینجا تیت چی که لازم بود. اینجا دیگه برادر ملت تا نامه می نوشی که بیاین دیگه بازار توی ماست. مگه میجه یک مشکل کلان است. زیتون برنو میگن بخی افغان برنو شده. اینقدر نفر افغان زیاد است. خبر شده که عروسی اما این افغان است. بخدا ایجه 10,000 نفر هم زیاد میگه ولک بابه این او را پوره کنن. نه او گفه نزن. خب یه خیر برکت عروسی را میپمه تو نمیپمه. خود تجربه ندارم دیگه. حالا من چی میفهمم؟ شما خود ده یکیش تجربه کردین دیگه ایش خوب فهمیده. آفرین دیگه سر ما ده سر خوردم. الله تعالی خودش خبر کرد ای بنده ما شما یک جای چسبه کرد بچسبن. ای دیگه از سرپلویش از این مصرفش گفت نترس. این را ما از غیب میرسنم. از غیب الله تعالی سوز داده. سوزش غلط نیست. این دیگه چسبه که چسبنده خدا جان سختر بچسبنه. یاره خدا دعایت قبول کنه. هر وقت میایی این میمخانه خدمتت زنده باشه. یعنی این بنده خدا ولایت بغلان است نارن. این دیگه حالا ما قطعی اینا خیش شدم. خیش شدین؟ گوشت ناخن شدم. این ببین این گوشت ناخن جدا که جدا کده میتنی زخمی میشه. اردوش اردوش زخمی میشه. الحمدلله دیگه این از پس خداوند بچسبنه دیگه. تا اینجا چسبانده. چسبانده میشالله ای بارش هم خدا بچسبنه. زنده باشین. خدا کنه از ما مینمه قدر که بچسبه دیگه دیگه باز والله کسی لایش بوده. تو مرد باشه بیا اینجا نوبت ده بگیر. او مصرف نتا. آیسته بوده اگان گپای غیرتی میزنی چرا مرد معلوم نمیشه. ما فکر میگرم ترسندو باید دارم میکنم. صدای ما قدم و اندام ما خیلی مرد واره هست دیگه. مرد واره هست نترس. خب نترس هیچ وقت از این نتر. نه دیگه خیلی دو گپایش بیخی دل جمع باشه. چسبه که چسبنده بیا اینجا آشپزه بگوی که امروز درنک بیکار است. نه بله بیکار است. بیا بگیر خیلی باش کم دفعه بریم انقره بریم امروی از موزنکه اول یکمه که زیاد پیش بریم. اگه باز دیدیم که کدام روشنی هست باز میم یک چهار تا ریش سفید از امیجا به شما شما میبریم. نوکرتم هستم. میرم برادر گل هر زمان خدمت حاضر هستم. زبان شما میفهمید اگه ترکی بلد هستی؟ وای ترکی بگوی انگلیسی بگوی عربی بگوی پاکستانی بگوی پنجابی بگوی. فارسی و پشتو خاص خود ماست. او فارسی و پشتو ربانی یکی از جگر است. خود دیگه شما از کدام ولایت گفتی؟ نشناختم هنوز. از قریه بالا. قریه بالا و قریه پایان ما نفهمیدیم که چی من است. از ولایت کابل هستی؟ ولایت کابل. زنده باشین. تشکر. بسیار خوب میکنین اینجا هر زمان ازبکه خدمت حاضر هست. زنده باشه آقای صاحب. شما شاه یا داماد نواسه شما بود؟ بله نواسه ما بود. نواسه دختری یا بچگی؟ نواسه دختری بود. دختری بود. نامش چی است؟ نامش کلانیش محمد رحیم. حالا خب شما یکیش از زن دادین دیگه کلانی و خردیش چی میکنین؟ همین داماد کدامش است؟ داماد محمد رحیم. محمد رحیم پدرش است. خب پدر داماد. پدر داماد. امرو یاجی سر با خب گپ میزنیم. اما داماد ما از خودش هم دختر کلان ما. خب آرسه اینا داماد شماست. بده بده. اما خود از اینا پدر داماد هستن. این پدر داماد است. بله تشکر. زنده باشید. بسیار خوب. اینی بان کمی چیز عقا مساویانه تقسیم بکنیم وقت تو طرف کشکی. خوب بان که امروی از یام گپ بزنم. بله بله این حق داره. امروی دکتر خیل گپ زدیم. امروی بچه خیل گپ زدیم. امروی دکتر خیل گپ زدیم. آفرین. حالا این گپ بزن حق داره. باش که ما یک دفعه یک ذره محکم بشینم که گپ گپ بسیار کلان است. کمره ما را میفهمین آقای مسا کار میکنن امیاله. خدا کنه که تصویرها را هم خراب بگیره. هر چیزی که میگین به خودش بگین. یکان دفعه بشینین که شما خسته نشین. خب یک بار دیگه از شوخیش میگذاریم که به شما هم تبریک باشه. من دیروز امروی از بیادر ما شام روبرو شدم گفتن که این تو ما یک معامله خیر داریم. باز من بسیار خوش شدم گفتم که یک دفعه بیاییم. گفتیم از کدام جمع هستی؟ از او جمع هستی یا از او جمع هستی؟ گفت ما از جمع عروس خیل هستیم. گفتم خیبرمام افتخار است که از جمع عروس خیل باشم. به خاطر که
در افغانستان. من فکر میکنم شما اینه در ترکیه بودین، شاید دیگه کشورها هم سفر کرده باشین، وطندارا شاید با ما هم نظر باشن که در افغانستان چیزی که بسیار زیاد مهم است برای مردم افغانستان، خب به دین و مذهب گپا که پابندی دارن او خب موضوع جداگانه است، چیزی که بسیار زیاد به او پابندی دارن آبرو، عزت، ننگ و ناموس. من فکر میکنم آنقدر ارزشی که این پدیده برای مردم افغانستان داره در هیچ کشور دنیای نخواد اینقدر. اکثرا ناجی صاحب در رابطه به حقوق زن یادآوری میکنن، سر و صدا میباشه، اما ما یک بار دیگه میگم از طریق این برنامه خود، ارزشی که زن در افغانستان داره در هیچ کشور دنیا نخواد داشته باشه. این ما کم کم چند کشور را که گشتیم دیدیم که در زیاد کشورها زنها مانند یک وسیله، مانند اصلا مثل یک انسان به او دیده نمیشه، مثل یک اشیا خرید. اگرچه در افغانستان این موضوع تویانه که در میان میایه، باز میگن مثل اشیا فروخته میشه زنها. خب او یک بحث علایده خود داره که او فرهنگ ناپسندیده است، همگی ما قبول میکنیم، اما باور داشته باشین کشورهایی که خیلی خود مترقی میگیرن اصلا در اونجا زنها مانند امو پیش از اسلام که در عرب استفاده می شد و خرید فروش می شد و کنیز منحیث کنیز از او استفاده می شد و اینطور گپ ها، اونو گپ ها در ممالک خود را امروز درجه اول و درجه دو می گیرن در اونجا تا هنوز هم است. اما افغانستان به این پدیده تا هنوز هم منحیث یک ارزش معنوی خیلی قوی قائل هستند. خب بعض گپک های در بعض جای ها هست که ما کلی نمیتونیم بگیم، اما شما تاریخ افغانستان وقتی میخوانین، گذشته افغانستان رو میفهمین، مردم اصیل افغانستان که تا هنوز امو شرف و عزت در خانوادهشان پا برجاست، در اونجا زن منحیث ننگ، ناموس، آبرو و عزت افتخار میشه با او، که فضل خدا تا هنوز ما در بعض جایی که میگردیم امی افتخار تا هنوز هم هست. من یک کمک پر گفتم بباشین، من یک کمک که باز شکمم سیر شوه گرم میایم اید نمیفهم چی میگم. ما کم رژیم هم گرفتیم، این مردم هم پلاو دادن، همینه از این دو رقم چیز آوردن بغلاوه. آجی صاحب هم یک چیز یادم رفت، شما این حالو بگوین، آجی صاحب از کجا هست؟ کدام ولایت هستن؟ آجی صاحب از بغلان هستین شما؟ ولایت بغلان. خب شما کدام ولسوالی هستین؟ ما ولسوالی شهر کهنه. شهر کهنه. شهر کهنه. منطقه قریه ما حسنتال. حسنتال. بسیار خوب. شهر کهنه منطقه ما این بازارش هست. از این بالاتر رفتیم منطقه حسنتال یاد میشه. حسنتال. انشالله زنده باشم. همین سال آینده حتما میرم اونجا گزارش میسازم. و شما باز از کدام ولسوالی بغلان هستین؟ ولایت بغلان ولسوالی نارین. اونجا که سیلاب آمده بود. بله. از خشاوندار کسی را نبرده بود. یکم تماشا برده بود. خروزی. اما بیاین که پیش از تمام گپا پیشتر گفتین خفستین از ما، خدا میفهمه که خفا ما نیستیم بود. حتی که پیش کدوم من رفتم بگو اما این خونه که پیزی رقم بیگه بیایا. خوب خوب. وادم که دقتی ما. صد فیصد تو اول قطع موقع دی که بعد دیگه قمی ایمام تو بود نبود؟ نه امد نه؟ اما یک مشکل پیدا شده، اما اینجان گفتن که ما گفت 70 فیصد چیز داشتیم فلان داشتیم که بیاییم 30 فیصد که یک مشکل به ایجا شده که یا بودن اتانسته باز ما، اما اینجان هم گفتیم که همراه چیزی دوستایی که پیش تست و قطعیت میگرده گرفته بیاره راست میگه. خب از اینا نیجا یک اپ دیگه هست، یک جای دیگه رفتی موجام چر بود. خب از ما کنه چرتر پیدا کنیم. ولی او جام چر بود، او جا یکی از امی آجی صاحبا که جام روز آمده بود، نمیفهم نامشان چی بود، نامشان چی بود که شب رفته بودیم توی داشتن با. شاید شما هم خبر بوده باشین دیگه. بله بله شب گفتیم اونا ریش سفیده بودن، گفتن در 63 سالگی اونا توی میگیرن، باز به محفل از اونا رفته بودیم. یک گپی قومای تان از گفتن بر ما اونا مرا شب گفتن، گفتن صبح اینجا موضوع پلو از باز آمدیم. مردکه دیگه 63 ساله شده. بله بله با عمر پیغمبر پانده رسیده دو دیگه یک توی کده بود. شما دیگه اونجا رفتیم. ما اونجا رفتیم. دیگه آجی صاحب گپی است که ما باش که حالی آدم خفه شده. نه خدا دیگه ما خواهده کده بودیم که میاییم. یکی خو ما نابلد هستیم. کارمان
دمی دست هر کس که افتادیم دیگه ما را می هر طرف کش میکنه. بله بله. محبت میکنه دوستا و وطندارا، ما هم چیزی گفته نمیتونیم. همون مجلسیت است. دیگه اوجا که رفتیم باز ما فکر کردیم از اوجا که برآمدیم یک خوب بسیار خسته و زله بودیم، واقعا زله بودیم. خدا گردن ما نگیره دیروز دمی قسمت های زیتون برنو تا قسمت ساحل رفتیم. از 3000 عکس هم شاید ما زیاد گرفته باشیم. امی هر جایی که استاد می شدیم امی دوستا و وطندارا می آمدن عکس می گرفتن و بغل کشی و سلام علیک می کردیم، اما نمی شده و تو جای خودت بگوی ما ولی کار دارم دیگه. محبت مردم بالاتر از همه چیز است. اونو گپ بود، اما بازم خب ما یک شنگ بچه کابل، ما ناغه ما قبول ما توان میتیم ناغه میمانی میگن میمانی هرچی که سر ما میمانین ما در خدمت هستیم. گردن نرمش همشیر در نه مسافر نیست، ما بیدر صاحب خانه هستم. بی بی یک قدر که کار ما جور از میشه و روز شکم ما چهار وز از می صاحب خانه نیست. یا خدا دیگه هم چهب کنه والا زنده باشین. بخیر یک آروسی دیگه هم از بخیر تو یک بخیر که میکنه خودت من دیگه باش کنم زنن که ترکی چی میگه رو چسبنده سختر بچسبن یلا نکن اینا از بسیار ما تو شل پل خی نمیچسبنم دل جمع باشه مردم ترک بسیار دیگه خوب یک خوب انسان هست همین شافر دیگه بسیار خوب نگاه میکنه چش دیگه آرمان دا دل نمیمانه اوه دیگه هر چیز زودتر بچسبن امو گه پس میگه دیگه دیر آید درست آید یک قدر که منتظر ماندیم حتما دیگه امو تو یک چیز قسمت باز انشالله انشالله خب اگه میجی اگه پی دیگه آمه سایی سیم گفت کمی زیاد مصرف شود $4000 مصرف میشه هی بابا کی گفت دو قدر امو زنه که گفت نه اونه دیگه $4000 مصرف ترکی مصرف نداره هیچ خو نمیفهم بازی جا افغانی ما و شما مصرف داره بگوی $4000 بگوی یه میشه $5000 بگوی میشه گفتن که طلا میگیره اومد چون چی میگیره اومد تا یکان چیزه بازو جای اگه پدگام از هایی سب گفتن که وقت شما عروسی میکنین در روز عروسی همی خیشا قومایشان میارن پیسه میتن میتن گفتن دو چند از او پس مبرایا این حال اتر یک کار میکنیم که ما گفتم یک $500 قرض میگیرم از 8 نفر چرا قرض میگیری؟ خب قرض میگیرم که شود $4000 امی آرسی را که کدیم تا او وقت مبرایا دیگه پیسیش نه قرض مرض نگیرم امی جا ملو ورستاش خود بخود جمع میشم ملی ورستاش یه رواج ترکه هست دختر شوهر امید استاد میشه جوره باز دیگه این دوست رفقه میه در گردنش دیگه یک لطر امید تو پردبتگی هست بونه دیگه میه یک هزار میچسبنه $2000 میچسبنه $100 میچسبنه دیگه تا زیر پای دیگه دلار و لیره پر میشه زن شوهر اردیش تو تا دسمال در گردنش میمانه اینا ترکا رواجی است خوبش هر کس میایا داشتگی بعضی دار خود برای ماس جوان است اینجا میایا $100 اینجا چسبنده میره با یکش میایا $2000 چسبنده میره با یوتر یک رواج خوب داره برو دیگه چسبک چسبنده سوس نباش بیخی دل جمع باش هایی سیم خب این گپ خوب میشه والا امی زنم چیز عجیبه بوده با خدا امی هر طرف گپ همه بریم بازم سر زمین زن واقعا که میگه زن نیم پیکر از جامعه نه که 70% جامعه هست اینه از زمان آدم علیه السلام این برامت دنیا را سه تقسیم کرد سه خزانه تقسیم کرد اول خزانه زن بود اگر کسی که زن نداره او نصف ایمان نداره اینطور نصفش به ایمان میگه این ما رو نیم بغل ما میگم یک رقم سبک است از خاطر اگر این می این حقیقت میگم کسانی که خاندار نیست مجرد است او نصف ایمان نداره امت نصفش نیم کلمه میگه ده یه از دیگه جای پرسن کو شما دیگه هر زمان باشه این زن یک خزانه اول است خزانه بزرگ ای است یک اینجا ما و شما زمین میگم اینا ترلا میگه زن یک ترلای بزرگ است بزرگ ترلا است ترلا است زمین است ببین اینجا خدا بدیه هر چیز میکره میشه با
خیلی ببینی آجی سب، خیلی ببینی باش کمی گپای مامان بیخی دیگه. خدا من در این خدا من اخی خدا را هم خودت گپ زده ای اینا مترام میکنن سنان شما بزرگ هستین وقت میتن. از ولسوالی نهرین هستین؟ ولسوالی نهرین، ولایت بغلان ولسوالی نهرین. چند سال میشه ترکیه زندگی میکنی؟ یک دو سال میشه دیگه. کم وقت میشه؟ دو سال میشه. نام خدا اولادا چند تا هست؟ اولادا یک هفته هست نام خدا. خانواده وطنی جور کردی؟ نه رفت شمیج از بخیر. رفت شمیج پیش موست. کار خو میکنن؟ آفرد خدا. درس هم میخونن؟ درس هم میخونن. شما هم کار میکنن؟ از کار کردن اما درس بهتر است که یک جای سر نوشتشون جور کنن و درس بخونن و برای خودشون به مملکت خدمت بکنن. زنده باشین. در افغانستان کجای زندگی میکردین؟ من افغانستان من خود نهرین زندگی میکردم. خود نهرین بودین؟ از نهرین مستقیم اینجا آمدین؟ از نهرین مستقل میرین برای آمدین آمدین ترکیه استانبول. آفرین. خب وطنداران گرد گوشه تان هستن دیگه؟ بله. رفت آمده های عروسی و ختم و سنتی و شوشش و اید گشتک دیگه پا هست. اید قربان. اینجا بیخی یک قریه جور شده. بیخی دیگه فکر کن خود بغلان. در کاری فروش هم ببینی افغان، نانوای هم ببینی افغان. خدا را شکر بده. برو رفتیم ده اون نانوایی ولو تو یک شروعی جور کرده بود کاسه را تر کردیم زدیم چی مزه کرد. هر جای بگرد اینجا اما ترکا خودش دکانش یلا کده بر افغانه موشمه داده. هر چی قبول روی ترکا خوب است؟ خوب است الحمدلله. من بکر میای کریشه میتیم میرو دیگه چی کار میکنه چی میپروشی کار نداره اینجا. یا خوبی دیگه ایش بلدیه باشقان است اینجا مرد عمر عرصوی میگه عمر عرصوی او رو دیگه ای بسیار بسیار یک آدم خوب است. پیش از این قدر یک تقایش بود او دیگه بسیار هم افغانیه را دکان بگیره نانبا جور کنه از این میگه هیچ مالیه نمیگیره. آفرین. میگه اینا مسافر است در اینا دیگه هیچ کس گپ زدن نمیتنه. اینا را نانبا جور میکنه دکان میکنه هر کار بکنه دیگه آزاد است. کسیش که میره بیرون سودا مودا میکنه کسی اینا دور دادن نمیتنه. گفته این عمر اخسوی دیگه این رقم گفتگی است. آفرین. این بسیار بسیار دیگه هر شب و روز یعنی چند روز پیشتر آمد در میدان بلدیه چقه ملت جمع کرد از همه ایش پرسان کرد خواه بیادر شما مسافر هستین کدام تکلیف داری شما ندارین؟ نی الحمدلله شکر. کدام شما را آزار میتیم یا پولیس آزار میتیم؟ نی الحمدلله هیچ. خود ما و شما در راه بگردیم سم بگردیم هیچ گپ نیست. اینجا دیگه یا خورده همه سوریه مردم های سوریه آمده اینا دیگه یا خورده هم مقبولک ها مقبولک ها اینا دیگه یک بر خودشنه نه شیرمایی شیرمایی اینا دیگه خودشنه نه میچسمه نه دیگه این کار اینا افغانیت خرابی کرد. افغانیت خرابی کرد. خرابی رو اونا میکنن اصلا. خرابی رو اونا میکنن دوزر رو اونا میکنن بعد نم دیگه افغانیت هست بیچاره.